سرخط خبرها و مهمترین ها. پریسا آزاده، زن معترض، پس از 41 روز از بند طالبان آزاد شد. نگرانی از نفوذ داعش. طالبان کتاب تبلیغاتی برای دانش آموزان در کنر توزیع کردند. چین، اقدامات فیلیپین در دریای چین جنوبی بسیار خطرناک است. گلبدین آخرین فرصت را از دست داد و برای همیشه حذف شد. و آسیب پذیری های طالبان در برابر پاکستان. مشروع خبرها. منابع آگاه از آزادی پریسا آزاده، عضو جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، از زندان طالبان خبر می‌دهند. تمنا زریاپریانی، فعال حقوق زن، روز دوشنبه 4 جدی در صفحه اکس نوشته که پریسا آزاده از بند طالبان آزاد شده است. او افزوده است: چشم برای آزادی هم از زندانیان هستیم، با امید آزادی افغانستان از چنگال تروریست‌ها و شکنجهگران. منابع نزدیک به خانواده پریسا آزاده نیز آزادی او را تایید کردند. وضعیت این زن معترض و شرایط آزادی او تا اکنون روشن نیست. پریسا آزاده به تاریخ 24 عقرب در منطقه دشت بچی شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. طالبان پیش از این جولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کرده بودند. با این حال یک زن معترض دیگر به نام منیجه صدیقی که به تاریخ 17 میزان از مربوطات کابل بازداشت شده بود، تا اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. نگرانی از نفوذ داعش. طالبان کتاب تبلیغاتی برای دانش آموزان در کنر توزیع کردند. منابع ملی در کنر میگویند طالبان کتاب را زیر نام لشکر شیطان که تبلیغ علیه داعش است برای تمام دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی در این ولایت توزیع کردند. منابع روز دوشنبه 4 جدی تایید میکنند که این کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر توزیع شده است. به گفته منابع طالبان، برای خواندن این کتاب در میان دانش آموزان رقابت برگزار میکنند و به افرادی که بیشترین نمره را کسب کنند هدایای اهدا خواهد کرد. قرار است تا 2 هفته پس از توزیع این کتاب آزمون آن در ولایت کنر برگزار شود. در این کتاب از گروه داعش بینان خوارج و لشکر شیطان نام برده شده است. این در حالی از گردش آمریکا در زمان حضورش در افغانستان همواره از گسترش نفوذ گروه داعش در ولایت کننگرهار و کنر نگرانی کرده بود. عارف یعقوبی، بر روایت یکی از رهبران پیشین شورای کویته، گلبدین حکمتیار سالها پیش به یک مهره سوخته تبدیل شد. علی‌رغم تلاش‌های فراوان هرگز نتوانست اعتماد رهبران اصلی طالبان را به دست بیاورد. پایگاه مردمی خود را از دست داد و از نگاه بدنی اصلی طالبان همیشه یک غیر خودی باقی ماند. باره برای جلب اعتماد شورای کویته از پاکستانی ها و عراق کمک خواست، اما نتیجه نگرفت. گلبدین در سال 1998 با رهبر قاری حبیب الله، یعنی شورای شمشاتو، را در پشاور پاکستان تشکیل داد و تلاش کرد از آن طریق با رهبر طالبان نزدیک شود، اما کسی به او اعتماد نکرد. در سال 2005 شورای شمشاتو از حکمتیار جدا شد و به شورای کویته پیوست. بدنه اصلی طالبان هرگز به حکمتیار اعتماد نکرد و همواره تاکید کردند که افراد حکمتیار طالبان واقعی نیستند. حکمتیار هرگز جدی گرفته نشد. گلبدین حکمتیار پس از مدت سکوت دوباره به سخن آمده و در مورد قضایایی که مطابق میلش پیش نمی رود اظهار نظر کرده است. او از این که مخالفان طالبان در بیرون از افغانستان فعال شدند و می خواهند خودشان را بسیج کنند ناراحت است. به باور او موقف امریکا در قبال طالبان تأخیر کرده و به این دلیل مخالفان رژیم مستقر در کابل جان گرفته است. حکمتیار که طالبان به او اهمیت قائل نمی شوند، هر از گاهی در حالی که همدلی زیاد با طالبان دارد، گلایه هایش از این گروه را نیز به گونه مدرم می کند و جویای معلومات در مورد مسائل می شود که طالبان لازم نمی بینند با او در میان بگذارند. به نظر می رسد حکمتیار بین رضایت از رژیم طالبانی و رنجش و نارضایتی از آن در نوسان است. رویه او به گونه ای است که همزمان می تواند هم گلایه شمرده شود و هم دفاع غیر مستقیم. گاه امریکا را به دخالت در امور افغانستان متهم می کند که این در واقع دفاع از طالبان است و گاه هم شکایت های نرم و ملایم از این گروه می کند و خواستار رسیدگی به آنها می شود. حکمتیار در اظهار نظر تازه‌اش نیز اشگرده که به او نشاره شده گفت استفاده کرده است، هم از نشست‌های مخالفان طالبان در نروژ، تاجیکستان و اتریش ناراحت است و هم از این بابت که در خلای اطلاعاتی به سر می‌برند و مجبور است به آوازه‌ها و شایعات اتکا کند. رنجیده خاطر به نظر می‌آید و خواهان وضاحت در مورد برخی از قضایا است.
واقعیت این است که حکمتیار به دلیل شرکت در جنگ‌های ویرانگر تنظیمی و عملکردهای شبه طالبانی در گذشته سیاستگر نکنام نیست و به این دلیل نه در میان مردم از محبوبیت بالای برخوردار است و نه کشورهای دخیل در بران افغانستان اهمیت زیادی به او قائلند. حتی پاکستان به عنوان کشوری که حکمتیار زمان نازدانی سیاسی مورد تکایش بود مدت‌هاست به او توجهی نمی‌کند. چین، اقدامات فیلیپین در دریای چین جنوبی بسیار خطرناک است. رسانه‌های دولتی چین فیلیپین را به تجاوز مکرر به خاک این کشور در دریای چین جنوبی نشر اطلاعات نادرست و تبانی با نیروهای فراسرزمینی برای ایجاد مشکل متهم کرده است. روزنامه مردمی چین روز دوشنبه 25 دسامبر به نقل از سخنگوی حزب کمونیست این کشور نوشت فیلیپین با چنین رفتار بسیار خطرناک به صلح و ثبات منطقه آسیب جدی وارد می‌کند برای تحریک مداوم بیجینگ به حمایت ایالات متحده تکیه کرده است. تنش‌ها میان بیجینگ و مانیل در ماه‌های اخیر تجدید یافته از زیرا هر دو طرف اتهام‌های وارده را بر سر موجی از تهاجمات در دریای چین جنوبی از جمله اتهامات مربوط به حمله چین به کشتی عامل رئیس ستاد ارتش فیلیپین در ماه جاری مبادله می‌کنند. چین مدعی بیشتر دریای چین جنوبی است که فیلیپین، برونئی، مالزی، تایوان، ویتنام و اندونزی نیز بخش از آن را مدعی هستند. یک دادگاه بین‌المللی در سال 2016 ادعای چین را در حکم پرونده که توسط فیلیپین مطرح شده بود به اعتبار کرد و بیجینگ آن را رد کرد. آسیب پذیری های طالبان در برابر پاکستان. به نظر می رسد طالبان اندک اندک تمکین بیشتر در برابر دولت پاکستان از خود نشان داده و در حال انجام اقدامات برای جلب رضایت این کشور هستند. دستگیری شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان که البته وزارت خارجه این کشور گفته است هنوز نمی تواند آن را تایید کند و اظهار نظر تازه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیوند به اقدام علیه شورشیان که از خاک افغانستان پاکستان را ناامن می کنند سیگنال هایی از تن دادن طالبان به خواسته های اسلام آباد در زمینه مبارزه با تی تی پی است. این طور که هویداس فشارهای سیاسی اخیر پاکستان بر طالبان کم کم دارد نتیجه می دهد. اما اینکه آیا اقدامات تازه طالبان برای مهار شبه نظامیان که از خاک افغانستان بر پاکستان حمله ور می شوند موقتی و صرفاً برای کاهش فشارهای اسلام آباد است و یا پایدار و دائمی؟ پرسشی است که هنوز هم نمیتوان با قاطعیت به آن پاسخ داد، چون مبارزه طالبان با تی تی پی مانند این است که آنان علی خودشان دست به کودتای نظامی بزنند. اگر طالبان تا امروز اقدام علی تی تی پی نکردند به این دلیل است که آنان از تجدید جنگ داخلی که مدتها قبل در میانشان آغاز شده است نگران هستند. هر گونه اقدام برای سرکوب تی تی پی به موج گسترده از مخالفت و نارضایتی در صفوف طالبان می انجامد و جایگاه ملا هیبت الله به عنوان رهبر تامل اختیال این گروه متزلزل خواهد شد و حتی ممکن است منجر به برکناری و از قدرت شود. اما بی توجهی به نگرانی های اسلام آباد آن هم از سوی طالبان که نیروی نیابتی پاکستان به حساب می آید نیز بدون هزینه نیست و به یقین که برای طالبان سنگین تمام خواهد شد. حتی اگر اخراج دسته جمعی مهاجران افغانستان از پاکستان را تنبیه چندان جدی ندانیم. این تحلیل بسیار جالب از روزنامه اشل صبح را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.